امروز لوی جرگه برگزار شد. حرفهای جالبه را تحویل مردم دادن. گاه حرفها شیرین بود، گاه هم مثل مرچ تون بود، گاه وحده بود، گاه تهدید بود. پیش از اینکه به این حرفها توجه کنیم، بیدار گرامی یاد متوجه هستین وقتی که اطفالتان میخواین که راضی بسازین یا خاموش بسازین، نشانی یک جای شما رونده هستین و اطفالتان میخواین که با شما نبیه، برای از اونا وعده میتین که جان پدر اگر در خانه باشی پس که آمدم برای چاکلیت میارم، برای آیس کریم میارم، این و آن میارم. و یا اگر بسیار شوخی میکنه در گذشتهای وطن ما بود، یادتان است که الا بلا بخورید که بلا میه که دیو میه ویا میه. ترس و وعده این چیزایی بوده که ما شما در زندگی خود تجربه کردیم یادتان است، و امروز امی تجربه را ما قدم در قدم در لابلای صحبت‌های صحبت کننده ها در لوی جرگه دیدیم. مثلا غنی میگه که برگزاری لوی جرگه ای مشعورتی وقار ملت است. اما اینا بستگی به ای داره که تعریف آقای غنی از وقار چی هست. لاری که در لابلای صحبت خود در همین جرگه با عزت و آبرو و وقار ملت بازی کرد، پس یادم انود معنی وقار و گذشته پر افتخار این سرزمین نفهمیده بود. وعده ای که مثلا میگه که جرگه ممثل ارادی ملت است. کدام ارادی ملت؟ آیا این افرادی که اینجا آمده بودن تمثیل کننده واقعی اراده ملت بود یا اعضای انتصابی بود که شما اونا رو دعوت کردین پول به جواشان گذاشتین که بیا اینجا؟ به استثنای پارلمان، نه پارلمان رو شما در دور قبلی همش اکثریتش انتصابی ساختین. اگر جرگه امروز یک جرگه بود که ممثل اراده ملت، پس پارلمان ممثل اراده کجاست؟ وقت پارلمان ممثل اراده ملت است، پس این جرگه های قبیلوی و جرگه هایی که به تقریبا 300 سال پیش 200 سال پیش برگزار شده بود و قانون اساسی نبود و پارلمان نبود، اینا دیگه جایی رو نمیگیره. اینا هیچ وقت ممثل اراده مردم نیست. من دیروزم توضیح دادم، هر کس که ناراحت میشه این فقط فریب دادن مردم است. برف بام خود به بام دیگران انداختن است. امروز غنی و سیاه بسیار زیرکانه خود کنار کشیدن، مسائل مردم گفتن و انداختن این مسئله را به مسئولیتش به دوش مردم. اما شما باور کنید که می 400 نفرم که اینا میگن، همین 400 نفرم اینا از وقت از زندان رها ساختن، اما فقط مثل که کرزی در آخرین روزای حیات سیاسی خود در امید تالار لوی جرگه یادتان است که گفت من امضا نمیکنم و باز سنه تمثیل شروع شد. چقدر خوب تمثیلی بود اون روز که آقای مجددی آمدن امضا میکنی نمیکنم، امضا میکنی نمیکنم، من مبرایم از افغانستان برای بیاد کجا میری، من میرم مهاجر میشم چی میشم چی میشم. اما نه کرزه امضا کرد نه مجددی مهاجر شد، ولی پیمان پس امضا شد توسط خائن به نام انیف اتمر. اما کرزه از خود یک نام به جا گذاشت که من خود امضا نکردم دشمن امریکا بودم. غنی هم باور داشته باشین بیندای گرامی که این 400 تروریست وحشی را تمام شهرها کرده، به اضافه که خودش میگه 500 نفرم بیشتر را کرده. اما آل چی میخوایی؟ میخوایی که خود به اصطلاح دور بسازه از مسئله. عبدالله را آوردن بایس سمبولیک، پست شام سمبولیک، اینجا هم سمبولیک، کارها وقت تقسیم شده، کارها وقت انجام شده، تصامیم گرفته شده، سیاف هم خود کنار کشید، اشرف غنی هم گذاشتن مسئولیت برای مردم و عبدالله، که این واقعا فریب است، فریب دادن مردم است. و من به صراحت میگم که مخالف سرسخت امی برگزاری اینمی جرگه ها هستم. حتی امی جرگه که در قانون اساسی توضیح داده شده، چون شرایط آن شرایط 100 سال پیش یا 50 سال پیش حتی 20 سال پیش نیست که ما تمام مردم رو بخواییم. و بعد از این 4000 نفر هیچ وقت نمایندگی از 30 میلیون نفوس نمیکنه. ما 30 میلیون نفوس داریم، 4000 نفر میه که هیچ کدام از اینا نشه معلوم نیست کی هستن، از کجا آمدن یا چگونه سماره خورده در ظرف دو روز به کابل آمدن. اما امروز هست تکنولوژی است، امروز اینا میتونن از طریق وبسایت
نظرخواهی همه گونی کنه که میلیون ها نفر بر اونجا رای بده، نظر بده که بله ما خواهان ایجاد صلح با تروریست ها هستیم، ما خواهان آزادی تروریست ها هستیم، ما نیستیم، ما اینی پیشنهاد ما. اونجا بیس مردمی پیدا میکنه، نه به این شکلی که نفرها رو در ظرف 24 ساعت که از کابل تا قره‌باغ کسی رفته نمیتونه، اما 4200 نفر چگونه اومدن؟ یا یکی یا در کابل قبلا جا به جا بودن، دفتا آمدن امروز تالار پر کردن. خب و عبدالله را شما دیدین که چکت که امروز دو انتخاب دارین، انتخاب مرگ و زندگی. ما واقعا به آل عبدالله گریستم امروز و خندیم هم گرفت، هم گریستم هم خندیم گرفت به این آدمی که حرف از جهاد میزنه، حرف از گذشته میزنه، ولی امروز خود بیشتر خورد و خمیسا و مردم تهدید کرد که مرگ انتخاب میکنین یا زندگی را. اما عبدالله فراموش کرد سال 96 مثل جبل سراجه که همه این میره برا و نصف بیشترش را در نمجه بود و افغانستان تقریبا بیشتر قسمتاش به دست تروریست‌های وحشی طالب تسخیر شده بود، همگی در حال فرار بودن، همگی های خلیلی گلبدین حکمتیار همگی در حال فرار بودن که برن به بیرون کشته نشن. اما اونمونجا بود که شخص به نام احمد چای مسعود کلاه خود به زمین گذاشت و گفت برابر کلاه هم اگر در افغانستان جا داشته باشم از این سرزمین دفاع میکنم، مرگ قبول دارم، زیستن در ذلت قبول ندارم. خب یاد است در صفت تاریخ است. اما عبدالله امروز برعکس در ذلت زیستن قبول کرد ولی مرگ قبول نکرد. امروز ملت چیکرد که حتما شمایی که اینجا هستین اینمی قرارداد امضا کنین، اینمی تروریست ها براین و بعدنبالش بینداگرام یادتون باشه که اینا را میارن بر گرده ملت نصب میکنن و اینا اونمو کسا هستن که نه مسلمان هستن، نه به خدا عقیده داره طالبا، نه به اسلامیت عقیده دارن، نه به انسان و نه به حقوق انسان، نه به حقوق زن و مرد اینا باورمندی دارن. اون خالصتایی هستن که اینا فقط به خاطر انتقام گیری از شکستایی که اینا خوردن خود ریش گذاشتن و لنگی گذاشتن و دستا گذاشتن و آمدن که امروز اون انتقام خود از ما و شما بگیرن. پس عبدالله امروز خود به اصطلاح کشت و امو به اصطلاح مرگ سیاسیش بود امروز با می صحبتش. و جالبی است که پیش از شروع جلسه اطلاعی وزارت خارجه امریکا برشان برای آزیرین تقدیم شده بود که پمپیو دونجا گفته بود که رهایی زندانیان سبب کاهش خشونت و آغاز مذاکرات میشه. پمپیو گفته که طالبان تعهد کردند که در جریان مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش خواهند داد تا از یک مسیر سیاسی روی آتش بس دائمی و جامع با توافق برسند. آنچنان گفته که ایالات متحده قصد دارد تا طالبان را به این تعهدات پایبند نگه دارد. حالا خود شما بیندای گرامی قضاوت کنین همین مختصره که ما بر شما گپایی که غنی و عبدالله و پمپیو بر شما گفتم، همین شما کنار هم که قرار بتین پیوند بتین، نتیجه بسیار ساده است. اما قصه اولی که بر شما کردم تهدید و وعده های دروغین برای مردم افغانستان، هیچ کدام از اینا از ختم جنگ و خشونت یاد نمی کنن، از کاهش خشونت میگن. و اما بازم سوال اساسی که آدم میتونه طرح کنه ایست که آیا طالبانی که با امریکا به توافق رسیدن مشکل اساسی کشوری باست یا بخش کوچکی از مشکل میباشن و ترستان داعش، القاعده، حقانی و تقریبا 21 سازمان تروریستی دیگه که در کشور ما حضور دارن در وطن ما دیگه باقی میمانن و جنگ ادامه داشت پیدا میکنن و دیگه که آیا اکثریت تروریستان طالب پایبند به توافقنامه امریکا و طالب ها هستن؟ شما حرفای ملا نیازی را قبلا شنیدین یا بخش صحبت های طالب هایی که در بدخشان هستن شنیدین؟ اونا با این توافقات اساسا موافق نیستند.
اتامی دو تا پسر ملا عمر که ملا یعقوب و عبت الله، اینا اساسا با هم دیگه توافق نداره، چی رسه به اینکه باند تروریستی و وحشی از اینا به اصطلاح به این مسئله پابند باشن. به هر حال واقعا بازی بسیار بی‌شرمانه با سرنوشت وطن و مردم ما در حال شکل گیری جریان داشت، ولی حال یک شکل دیگه میخواه با خود بگیره. امیدوارستم که هر آن کسی که در این وطن خیانت میکنه، در حق مردم ما جفا میکنه، با عزت و آبرو و وقار و عزت مردم ما بازی میکنه، خدای بزرگ نیست نابودش کنه و مردم ما را، مردم دردمند ما را، مردم با عزت ما را از شریعه همه معاملگر و خائن و بیگانه پرست نجات بده. رود بسیار جالب بود که حرف از دموکراسی بود، حرف از اراده ملت بود، اما با وجودی که ما با بلقیس روشن این نظریات هیچ وقت قبول نکرده، قبول ندارم و او را خودم شخصا یک ماجراجو میدانم، اما امروز وقتی که مورد لطکوب قرار گرفت، شعار شما خوش داریم که با تروریست ها باج ندین، یک خیانت است، یک واقعیت است. غنی عبدالله سیاف که امروز شما مردم فریب دادین و شما امروز باج دادین، امروز ملت وادار ساختین که به طالب باج بده، امضا کنه و این تروریست های وحشی را آزاد بسازه، وی لکه ننگ ثبت تاریخ کشور ما شوه. اما لطکوب بلقیس روشن کار شایسته نبود. بلقیس روشن در جای مورد توهین و لطکوب قرار میگیره، بنده احرامی که رئیس پارلمان یا رئیس بلقیس در امو نشسته و یک روز پیش امی جرگه را غیر قانونی میخواند، اما امروز پا سر پا دار داده بود، در قصف اول نشسته بود و حتی یک نفر بوتش عکس گرفته بود که بوت تقریبا بالای 60,000 دلار قیمتش است. 720 تا خانم در مجلس حضور داشتن، یکی از اینا صدای اعتراض خود به خاطر لطکوب بلقیس بلند نکرد. چی؟ آیا همین جایش نبود که خانم ها یک صدا بلند می شدن که ما این میره توهین به کل خانم هایی که در اینجا هستن و به تمام خانم های افغانستان می دانیم، بلقیس باید از تالار خارج نشه، باید در جای خود بشه، حرف خدا بگونه و غنی چشم کور باید ببینه که چی نوشته و چی تقاضای ملت است. تقاضای ملت اینمی بود که باج نتین به تروریست های تروریستان را نیست نابود کنین، اما تو غنی این تروریست های وحشی را که توسط بهترین فرزندان وطن در میادین جنگ دستگیر شده بودن و هزارها انسان وطن ما را، سرباز وطن ما را، اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی ما را کشتن، تو آزاد ساختی. صدای مردم تفاوت داره با صدای شما بیگانه پرستان. شما امروز باید حرف بلقیس گوش میکردین. شما بلقیس با وجود گفتم هیچ وقت من تاییدش نمیکنم، باید از تالار خارج نمیشد. بلقیس پس در جای خود قرار راحت میشید. رئیس پارلمان به رسم اعتراض باید بلند میشد، می از مجلس می برم پر از یک از اعضای من امسته که من امکار من توهین شد، به توهینش به خانه ملت است، اما هیچ صدای بلند نشد. ولی بعد از ظهر بعد از یک جلسه خلاص شد، کمیسیون برگزاری لوی جرگی مشورتی از رخداد زشت با بلقیس روشن و گفت کرد و مذرت خواهی کرد، ولی از جوان دیگه که اون لطکوب کرده بردن با خود کجا بردن از دال کسی یاد ندارن، ولی از بلقیس مذرت خواستن. و جالب اینجاست بینده گرامی که یک روز پیش اعضای لوی جرگه چیاب شده بودن، آزمایش کرونا شده بودن، شاید یک اکثریت از اینا نشده باشه، ولی تا جایی که صورت گرفته بود امروز 10 نفر از اینا رو پیش از یک داخل شدن، آزمایششان مثبت بود و اینا رو اجازه نداد. چه تعداد دیگه در اینجا با خود کرونا آورده بودن معلوم نبود و ای که چه تعداد مصاب میشه با ای که هیچ کس اینجا مراعات نکرد، نه فاصله اجتماعی کس مراعات کرد، نه ماسک داشتن، نه دستکش داشتن، هیچ چیز نداشتن. ای با چند روز بعد معلوم میشه. ولی جالب ترین عکسی که در گرفته بودن از این محفل اما بود که یکی از آقایان ماسک خود بسته کرده بود، اما نه به دهن خود، به کوری پای خود. بیده گرامی، آقای ملک ستیز مطلب بسیار جالب و یک تحلیل بسیار خوب علمی کردن که امیره من خدمت شما بخانش میگیرم.
زبان جرگه جبون است. از آغاز سخنرانی آقای سیاف و سپس دکتر غنی و دکتر عبدالله روشن بود که ادبیات سیاسی نظام در برابر طالبان به صورت بنیادی عوض شده است. من عناصر زیر را برمی شمارم. اول، آقای سیاف که قبای روحانیت نظام را بر تن دارد، از صلح با عزت که تظاهر قدرت و مجازات جنایتکاران طالبانی به مردانگی در برابر گذشت تغییر موضع کرده است. آقای سیاف که سیاستمدار کارکشته است، با عاقبت اندیشی به فکر فردا هاست، فرداه پر از حادثه ولی با احتیاط. دوم، ادبیات سیاسی سخنرانی دکتر غنی در زیر فشار گسترده امریکا و طالبان ارائه شد. حتی این سخنرانی قدرت طالبان را در برابر دولت به خوبی به نمایش گذاشت. اینجای سخنرانی رئیس جمهور توجیه ناتوانی در برابر طالبان را تبارز می دهد. طالبان گفتند که اگر این 400 تن را رها کنید تا 3 روز دیگر آماده مذاکرات می شوند، در غیر آن جنگ را تشدید می دهند. این ادبیات خیلی تضرع آمیز است، ای کاش از زبان رئیس دولت ارائه نمی شد. سوم، دکتر عبدالله با کلیگوی های همیشگیش ادبیات ترغیبی برای افرا استفاده کرد. مردی که از افتخارات جهاد و مقاومت سخن می گفت، آن یک باره هیچ پیش فرض را برای صلح پیشکش نمی کند. به باور من اگر لوی جرگه با چنین روش خاتمه یابد و رهایی 400 زندانی را تایید کند، پیروزی تاریخی نصیب طالبان خواهد بود. این یک واقعیت تلخ است. حالا راه میانه به باور من این است: نخست، با ادبیات جدی سیاسی از طالبان درخواست شد تا موضعشان را پیرامون آتش بس قبل از رهایی زندانیان روشن سازند. حتی هیئتی از طالبان دعوت شد و این موضع را در روی جرگه و یا رسانه ها مطرح نمایند. دوم، میکانیزم مشترک بیان طالبان، دولت و ناظرین صلح شورای امنیت ایجاد شود تا از آتش بس نظارت سیاسی و تکنیکی صورت بگیرد. سوم، آزادی زندانیان بر بنیاد عناصر نخست و دوم به شکل تدریجی مطرح شود و جنایاتی که صورت گرفتند توسط دو طرف به عنوان جنایات تکرار ناپذیر به رسمیت شناخته شود. چهارم، زندانیان آزاد شده تحت قیمومیت نهادهای تخصصی بین المللی مورد نظارت قرار گیرند. پنجم، مذاکرات صلح با شرکت دو تیم، تیم سیاسی و تیم متخصصین صلح از هر دو طرف در وساطت جامعه جهانی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان و آسیای مرکزی آغاز شود. ششم، از آمریکا مصرانه خواسته شود تا توافقنامه با طالبان را با فیصله های لوی جرگه هماهنگ سازد. این امر می تواند مذاکرات میان دولت و طالبان را به نتایج ملموس بکشاند. خوبی بود برداشت آقای ملک ستیز. البته امروز بین تکرامی حرفای زیاده رد و بدل شده بود، بشار آقای ملک ستیز گفتن، ولی از دید من نتیجه علمی جلسه فقط این میسه چهار چیز است که باز بار دیگه اگر چه تکراریست برای شما نمایش بدیم. با همشین، رای تفاهم و مذاکره خواهش میکنم خواهر گرامی، خواهش میکنم شما خواهش ما بر شما چیز نگفتیم. ما باجده نیستم خواهر گرامی، ما باجده نیستم. فیصله از شماست همکارایی در قناعت بدیم. Thank you.
دریای خون جریان داره. کدام کس هست ای تالار که صدمه ندیده باشه، داغ نداشته باشه؟ ما یک ماحول مشکل داریم و در زیر این ساحه ماحول باید تصمیم بگیریم. فیصلات دشوار خواهد بود، اما جز و دست راست یا دست چپ در دوراهی رای سوم نیست. مشوره شما و فیصله شما ضروری است. افغانستان در یک مرحله بسیار حساس تاریخی قرار دارد و تصمیم شما تصمیم مرگ و زندگی برای مردم افغانستان است. مشوره شما مشوره حیاتی است برای مردم افغانستان و من یقین دارم که انشالله عقل جمعی مردم افغانستان، تصمیم جمعی شما انشالله رهنمود خوبی و راهگشایی برای صلح و صلح پایدار و با ثبات و با عزت در افغانستان خواهد بود. پاسخ شما به اشرف غنی در مورد سوالش چیست که از آذرین پرسید؟ کدام کسی در بین شما هست که داغ نداشته باشد؟ از دید من بله، فقط یک نفر در آن جلسه حضور نداشت که اساسا داغ بر دل ندارد. یعنی یک نفر حضور داشت که داغ بر دل نداره، ولی داغهای فراوان بر دل ملت گذاشته است. آن فرد کسی دیگه نیست جز خود اشرف غنی که هیچ وقت در زیان 40 سال متضرر نشده و هیچ وقت داغ هم به دل نداره.